یا روسری یا توسری از اولین شعارهای روزهای بعد از انقلاب بود. در پاسخ به معترضان به فرمان آیت الله خمینی که زنان بدون حجاب رو از ورود به ادارات تنها 24 روز بعد از انقلاب منع کرد. تصاویری آشنا از مبارزه با بدحجابی در ایران، از تبلیغ برای حجاب برتر یا پوشش چادر و عکس‌های بدون حجاب در زیر تابلوهای تبلیغاتی حجاب و ارسال اون به صفحه آزادی‌های یواشکی. نزدیک به 4 دهه هست که همه ساله میلیاردها ریال هزینه برخورد با زنانی میشه که حکومت معتقد حجابشون مناسب نیست. هیچ انسانی زور رو نمیپذیره. حالا تا چه برسه به یک موضوعی که موضوع فردی و شخصی هست، اینکه انسان چگونه لباس بپوشه، چگونه پوشش داشته باشه، کشمکش دائمی میان مردم و حاکمیت به کشور ما لطمه میزنه در هر موضوعی، از جمله مسئله پوشش که 38 سال این کشمکش مستمر وجود داشته و هم به مردم و به زنان به خصوص آسیب زده و هم به حاکمیت، موجب استهلاک نیروی هر دو میشه، موجب عمیق‌تر شدن شکاف میان مردم و حاکمیت میشه و حل و فصل هم نمیشه. این شکاف و دوگانگی بین نسل جوانتر با حکومت عمیق‌تر هم میشه. نسل‌هایی بودند که با این انقلاب، در این انقلاب زاده شدند، در شرایط نظام سیاسی زاده شدند که همه جور کنترلی رو بر اونها می‌خواسته. می‌بینیم که این نسل شیوه مخالفتش متفاوت با نسل گذشته خودش هست. اون تغییر میده، حتی شکل اجباری رو که داره بهش تحمیل میده رو تغییر میده، پوششش رو تغییر میده، مدش رو عوض می‌کنه. و خب در این حال می‌بینیم که شیوه مدیریتی همون شیوه سنتی و ابزار سرکوب گذشته هست و سعی میکنه در همون شیوه ادامه بده. از نظر من این، حالا نخوام بگم که این آیا در یک کلمه جواب داده یا نه، من چشمنداز این اتفاق رو، این چالش رو به نفع اون حکومتی که داره با هر تلاشی، در واقع با هر اجباری میخواد شکل سنتی خودش رو حفظ بکنه، نمیبینم. مقاومت و اعتراض به حجاب اجباری در سالهای گذشته بیشتر از اون که از سوی فعالان حقوق زنان در داخل ایران پیگیری بشه، توسط شهروندان عادی پیگیری شده. نمونهش پاسخ مثبت به کمپینی که به تازگی به راه افتاده به نام چهارشنبه های بدون اجبار یا چهارشنبه های سفید. اما این کمپین چی میگه؟ من بی حیا نیستم، من بی حجابم. بی حجابی هم فوش نیست، حق انتخابه، سبک زندگیه، درست مثل انتخاب خودت با چادر سیاه. سیاه و سفید رنگ زندگیه که باید با صلح کنار هم باشن، نه با پرخاش و فوش. من علیه تو هم نیستم، تو هم علیه من نباش. شاید بگی خب هر کشوری قانون خودش رو داره، بردهداری هم یه زمانی قانونی بود. تازه اگه قانونی کسی تصویب بکنه که به زور حجاب از سرت بکشن، من اعتراض میکنم، نمیگم تو بی حیایی. به جای همراه شدن با گشت ارشاد و خشونت طلبان، همراه مادران و خواهران خودت بیست که اونا هم حق انتخاب داشته باشن. ایران باید برای همه ایرانیا باشه، نه فقط برای تو که با آزادی مطلق به ما زور بگی. ما هم حق داریم علنی و آزاد و امن زندگی کنیم، نه با ترس و دلهوره و یواشکی. شما هم هر جا هستی با نماد سفید به اجبار اعتراض کن. دغدغه ما یه تکه پارچه نیست، مسئله ما کرامت انسانه، چون هیچ کسی زور رو دوست نداره، حتی شما. در پاسخ به این دعوت، ویدیوها و عکس‌های زیادی در فضای مجازی در حمایت از این کمپین منتشر شد. واکنش‌های موافق و مخالف چه در داخل و چه در خارج از حکومت هم به این کمپین کم نبود. شاید چنین کمپین‌هایی حکومت ایران رو بر اون داشت که به جای ضرب و زور به شیوه‌های فرهنگی‌تری متوسل بشه، از جمله تبلیغات در رسانه‌های مختلف. شاید اگه روسرتو میآوردی جلوتر، یه خورده با حجاب تر بودی، خیلی مشکلات برات پیش نمیومد. لزومی نمیبینم نقاب بزنم برای اینکه یه سری مجوزها رو بگیرم این بر. خب من اینم که هستم، چرا باید خودم رو تغییر بدم؟ و من فکر میکنم در نهایت ظاهر هر کسی یک انتخاب شخصیه. آیا حجاب شما در ممنوعیت شما تاثیر داشت؟ شاید داشته، نمیدونم. آیا حاضر هستی برای اینکه مجوز بگیری حجابتو تغییر بدی؟
گفتگویی که دیدید گفتگوی آزاده نامداری یکی از مجریان شناخته شده تلویزیون ایران با مونا برزویی بود، شاعری که کتابهاش مجوز نمیگیره. در روزهای گذشته عکس‌های خانم نامداری بدون حجاب در پارکی در سوئیس منتشر شد و به بحث‌های داغی دامن زد. این جوابیه خانم نامداریه که چند ساعت بعد از انتشار عکس‌هاش منتشر شد. از یه سری از آدم ها، یه سری از دوستانم عذرخواهی میکنم، خانم ها و آقایونی که میدونم چقدر تعجب کردم و مکس کردم، تحمل کردم وقتی این عکس ها رو دیدم. فقط توضیح گفتار بدم با اون عزیزان این که ما با کسی که نزدیکان من، مهاره و من بودن، توی یک جای سرسبز نشسته بودیم و اینکه من یه بچه 10 ماه دارم، بقیه حرف اصلا زدنش ارزش گفتن نداره حتی. و نکته مهم اینه که من واقعا نمیدونم اون کسی که حالا از این ورون ور اومده این عکس‌ها رو انداخته، حالا یه لحظه مثلا رو سری من افتاده، دور بقیه من میگم همه محرم من بودن. منتقدان این رفتار دوگانه رو حاصل سیاستی میدونن که سالهاست بر زنان ایران تحمیل شده و قبل از هر چیز نشون میده که خواست و انتخاب واقعی بسیاری از زنان غیر از اونه که به ناچار بهش تن میدن. اتفاق غلط که افتاده باعث شده که در طرف دیگه مسئله پوشش و حجاب تبدیل بشه به یک ابزار مقاومت. وقتی که این مسئله به یک ابزار برای مقاومت تبدیل شد، از اون حالت عرفی و طبیعی خودش هم خارج میشه. من فکر میکنم که با کنار گذاشتن این مسئله از دستور کار حکومت، باید این اجازه رو به جامعه داد، این فرصت رو داد که مسئله پوشش به یک امر کاملا عادی، طبیعی و عرفی تبدیل بشه و به وضعیت مناسب برگرده. مقاومت زنان و دختران و اشکال خلاقانه مبارزه با حجاب اجباری بخشی از حاکمیت رو وادار به انتقاد از شیوه های برخورد با بدحجابی کرده. شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان، به تازگی از بازنگری در قانون گسترش عفاف و حجاب گفته. خانم ملاوردی در سلسله توییت هایی نوشته نیروی انتظامی به عنوان حلقه آخر در قانون راهکارهای اجرایی گسترش حجاب در نظر گرفته شده و بی‌انصافیه که نگیم چرا امروز به ایستگاه اول تبدیل شده. در توییت دیگری خانم ملاوردی نوشته اگر تا به حال از برخورد گشت ارشادی نتیجه گرفتیم، میتونیم این روند رو ادامه بدیم. این در حالیه که معتقدم این روش نتیجه نداده. اما آیا این رویکرد جدید بخشی از حاکمیت میتونه زنانی رو که به حجاب اجباری معترضن راضی نگه داره؟ اساساً فلسفه حجاب یک تحمیل سیاسی و اجتماعی به اونها بوده و اونها رو از تمام حقوق شخصی و انتخاب‌های زندگی خصوصیشون و زندگی اجتماعیشون محروم می‌کنه و این تنها به پوشش اونها بر نمیگرده، بلکه دامنش بسیار گسترده تر از مسئله پوشش هست. خیلی بعید میدونم که این گامهای حد اقلی بتونه اونها رو راضی نگه داره. با این حال میگم این در واقع یک بهتر از صفره، یعنی یک قدم به پیش هست و این میتونه امیدوار کننده باشه که بخشی از بدنه حکومت به این دارن فکر میکنن که به جای این همه سرکوب نیاز به تعامل با مردم دارن. داستان حجاب اجباری در ایران داستان پرپیچ و تابیه. حالا که مخالفت علیه حجاب اجباری علنی‌تر شده و صدای اعتراض مخالفان بلندتر شنیده میشه و بخش‌هایی از حاکمیت هم به طرق مختلف به ناکار بودن اون اعتراف میکنن، آیا ممکنه که نظام حکومتی ایران هم به جامعه گوش بده و در روشش تجدید نظر کنه؟